الأولاد يسمي الآباء الأولاد بأسماء ترضي الله سبحانه وتعالى. پدران فرزندان خودشون رو به نام‌های نامگذاری می‌کنند و اسم‌هایی روشون می‌ذارند که موجب رضایت الله متعال باشه. أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن. محبوب‌ترین نام‌ها نزد الله متعال عبد الله وعبد الرحمن هست. بعض الناس لا يرضى بهذا، لا يحب هذا الذي يحب الله سبحانه وتعالى وهو مسلم. برخی از مردم با اینکه مسلمان هستند اما این نام‌ها رو گویی دوست ندارند، نام‌هایی که موجب رضایت الله متعال و محبوب الله متعال. یعنی ينادي عبد الله عبد الرحمن يناديه مثلا يقول له عبدو، يقول له دحمي، يقول له وجيه، يعني لا يرضى ان يعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا والله اعلم من الشيطان. کسایی که اسمشون عبد الله یا عبد الرحمن هست اینها رو عبد الله و عبد الرحمن صدا نمیزنن، بلکه با نام‌های جایگزینی صدا میزنن. مثلا در فارسی به جای عبدالله میگن عبدال، یا به جای عبدالرحمن به جای اینکه کامل و درست بگن لفظ رحمان رو میگن، که همه اینها از جمله وساوس شیطان است، اونطوری که در عربی هم نام های جایگزین دیگری انتخاب میکنه. حتی کن یعنی مثلا نسمی رجل به محمد به اسم النبی صلی الله علیه و سلم، لا ينادیه كثير من الناس الا میدو ما أو ميمو أو كذا أسماء سبحان الله، كأنه لا يرضى ولا يعني يليق مع هذا أن ينادي بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا اسم جميل، أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا مثلا شخصي كاسمش محمد هست، أفرادي هستند که او رو با اسم کامل او و به درستی صدا نمیزنن، حالا که نام محمد بهترین نام هاست، نام پیامبران الهی جزو بهترین نام هاست. والاشكال كل الاشكال في ان يعبد الاولاد لغير الله سبحانه وتعالى، يقول عبد الحسين عبد الرضا عبد النبي. و بدتر از این اینه که ما فرزندان خودمون رو عبد بندگان الله قرار بدیم و اونها رو با نام های نامگذاری کنیم که مثل عبدالرضا، عبدالحسین، عبدالنبی و امثال اینها، که این اشکال اساسی و بزرگی است. نعم، كذلك يقول عبد السيد او عبد علي او عبد الولي، ويقصد بهذا التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. و همینطور فرزندان خودمون رو با عبد ولی قرار میدیم، یا عبد نبی قرار میدیم، یا عبد این و اون قرار میدیم، که این قرار دادن عبادت و به بندگی کشوندن بندگان الله برای بندگان الله هست، که اشکال خیلی مهم و خطرناکیه. اجمع العلماء على تحریم كل اسم معبد لغیر الله. علما اجماع دارند بر این که هر اسمی که با پیشوند عبد و با اسم عبد شروع میشه، این به بنده ای و به غیر الله اضافه بشه و نسبت داده بشه، و این به اجماع علما حرام هست. كذلك يقال مثلا غلام علي سيد علي هكذا، يقصد الان بغلام علي يعني عبد لعلي رضي الله عنه. نعم، و همین طور اسم غلام علی هست و نام های دیگری که با اسم غلام در فارسی هم به همین شکل شروع میشه، که از نوع و جنس بنده قرار دادن بنده برای بنده و غیر الله هست، که این هم درست نیست. او سید علی مثلا او سید الحسین مثلا، معنا هذا السید هنا معناها یعنی الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه، یعنی شرك اکبر. یا اگر این سروری و آقایی به کسی نسبت داده بشه و بر اسمی قرار بگیره که هدف و معنا و مفهومش رفع حوائج و قضای حوائج به طریق او و از طریق او باشه، این هم از نوع شرک هست و درست نیست، چرا که در عربی به این چنین شخصی سید میگن، یعنی سرور و آقای بینیازی که مردم برای رفع حوائج خودشون به او مراجعه میکنن. بعض الناس یقول لا احنا لا نقصد هذا، نقول حتى وان لم تقصد هذا محرم، حتى وان كان ليس محرم، لماذا انت
لا تأتي بالأشياء الواضحة وتأتي بالأشياء المتشابهة. خذ اسم واضح بين يحبه الله سبحانه وتعالى، تسمى به النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى به الصحابة، تسمى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا تأتي باسم لم يأتي عن السلف الصالح؟ تأتي باسم هو في الحقيقة صور من صور الشرك. برخی از مردم میگن که نه اینطور نیست و ما قصد ما این نیست که این هدف رو داشته باشیم که با این نام قصد بندگی داشته باشیم و یا این صفت و ویژگی رو به کسی نسبت بدیم. ما فقط این اسم رو میگذاریم، میگیم نه، چرا اسمی رو انتخاب نمی کنی که درش هیچ شبهه نیست و اسم پیامبری از پیامبران الهی رو انتخاب نمی کنی، بلکه اسمی رو انتخاب می کنی که در بین بهترین های این امت سابقه نداشته و محل شک و شبهه هست. نغیر لابد هذا الاسم، و تغییر دادن این اسم یک امر ضروری است. لم يتغير هذا الاسم، ما استطاع ان يغير هذا الاسم. ياتي مثلا نناديه بالكنية، نقول مثلا ابو محمد، ابو صالح وهكذا. اگر امکان تغییر دادن این اسم به خصوص در روال اداری وجود نداشته باشه، با کنیه و یا نام دیگری او رو مورد خطاب و ندا قرار میدیم و اینطور نباشه که بر همون اسم بمونه.